حالا هواتون رو عوض کنم، داشتیم میومدیم امشب یک ترافیک حال به همزنه بود، دیدید دیگه. حالا ما تو این ترافیک داشتیم زجر میکشیدیم، یه راننده نیسان کاری با ما کرد که چنگیز مغول با ایران نکرد. دیدی راننده های نیسان به قاعده خودشون رانندگی میکنن. حسین میگه پشت یک پراید من دیدم نوشته بود اعوذ بالله من النیسان الرجیم، که اینا ببین چه کار میکنن. اما میگفت فکر کنم دوره آخر از زمانم شده. گفتم چطور؟ گفت پریرزا تو محلم یه نیسانی پیچی تو فرعی راهنما زد که در قاموسشون نمی گنجه از این چیزا استفاده کنن. امیر احمدی از همه جالبتر میگفت، میگفت پشت چراغ قرمز وایستاده بودم، یه نیسانی من خیلی شیک و تمیز چراغ قرمز رو رد کردم، ماشین پلیس هم اون زله چراغ قرمز وایستاده بود، صحنه رو دید سری بلنگور برداشت. راننده نیسان، راننده نیسان کجا میری؟ گمونم بلنگورش برداشت، گفت دارم میرم خونه‌مو. انرژی کجاست؟ بله عجیب غریبی که داستان. حالا دوست من که نوازنده من هست برای ما کار میکنه، همکار خوبم، گفتم که خوشگل خوشتی به پول داره، در ضمن دنبال دختر خوبم میگرده برای من. خودش خیلی جوانه، بهش رحم کنین، نمیخواد به این سادگی خودشو بدبخت کنه که. البته میگن تعریف مرد مجرد چیز دیگه است. مرد مجرد کیست؟ مرد مجرد کسیه که هنوز فرصت بدبخت کردن یک زن رو پیدا نکرده. خانوما چقدر خوشحال شدم. اینجوریه، من که فکر نمی کنم. دخترهای امروزی یادشون نمیاد یه زمانی بود که دخترها به خواستگاراشون جواب رد میدادن. والله الان خواستگار تا بیاد دو دستی میچسبه. کجا بودی تا حالا پدر سوخته؟ جون خودم. بله آقایون دل پردردی دارم، درست میشه انشالله. دوستی میگو یه زن همسایه داریم، هر وقت توی کوچه میخواد پارک دوب کنه، من نیم کیلو تخمه میگیرم تو تراس میشنم نگاه میکنم. صحنه دیدنیه واقعا. میگو به سلامتی اون دختری که تو اتوبان با ماشینش تخت گاز میرفت، یهو یادش رفت دنده چنده، زد بغل از دنده یک شروع کرد، حساب دنده ها بیاد دستش حداقل. به سلامتی اون دختری که پنچر کرد، زد بغل کابو دو داد بالا. ببین چه برایی بوده واقعا. یواش آقا یه دقیقه سود نزم. لجباز یه لحظه به خودم آمدم، احساس کردم دارین از سادگی من سوء استفاده میکنیم. میگم مورد داشتیم دختره رفته امتحان رانندگی بده، موقعی که دنده عقب گرفته این صندلی رو میگیرن گردن افسره رو بغل کرده. یه فاجعه ای بوده واقعا، عجیبا غریبا. خستم مثل دختری که تازه پارک دوب کرده، رمقش میره دختره پارک دوب کرده. فرمون دادنش رو هم خیلی فرق میکنه، یکیشون میشینه پشت فرمون، اون دختره میاد فرمون میده این پارک کن، بیا 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 افتادی تو جوب نیا. تو که داری میبینی حداقل اینو درست کن دیگه. چی بگه آدم؟ بگذاریم. حالا شما بهتر از من حسن ریوندی رو میشناسید که چقدر حساسیتش تو صدای دسته. تنین دستاتون از یه حدی بیشتر میشه، من دیوانه میشم، دست خودم نیست به جون خود. او مای گاد This is Saturday night, man. Wonderful night. All ready? Let's go! امیر احمدی میگو اگر تو خیابون یه روز میرفتی دیدی از روبرو صدای گراز میاد، نترس. اون شخصیه که داره خودشو آماده میکنه واسه توف انداختن. خیابون جایی کارا نیست آخه، تو توف میندازی. میگو از همه اینا بدتر یه خیابون خلوت پیدا کردی، موقعیت مناسب دیدی، تمام محتویات سینوس ها و قیچش ها و حلق و بین بکشی و آماده میشی واسه یه شلیک نهایی، ببینی یکی از بزرگ فامیل داره از روبرو میاد.
والا اینو میخوای چیکارش کنی؟ چه خاکی بر سر بخوره نمیشه. دستای بالا یا با ما همراه. یه ایرانی میتونه شامپوی همومش تموم شد توش آب بریزه، یه ماه دیگه آب کم استفاده میکنه، چقدر مغروم به سر برمیشه. حالا بود اینجوریه دیگه. اما خب سریالای ما هرچی هست از سریالای ترکیه بهتره جون خدا، چون اگه من بخوام خلاصه معنی همه سریالای ترکیه براتون بگم میشه این یه بیت شعری براتون میخونم. تمام سریالای ترکیه میشه این یه بیت شعر. دوست من دوست داره با دوست، همه میخوان با هم دوست بشن، همه دوست بشن قشنگ کنار هم دور همی، همش هم زنای شوهردار با مردای متأهل دوست بشن. یه بچه هم نشسته اون وسط نون ماست میخوره، معلوم مال کی هست، دوست بشن. اما خب سریال های ما بهتره، فرق میکنه تأثیر پذیریش روی بچه ها. که دوستی میگو من بیرون ساندویچ خورده بودم، حالت مسمومیت بهم دست داده بود، جلو پسر 4 سالم اوغ زدم گفت بابا حامله ای؟ یاد نگیره دیگه از من. که فقط در ایرانه، وقتی کسی میمیره فرداش همه فامیل میگن ما خوابشو دیدیم توی باغ سرسبز بود. آره ارواح خاک باغچه‌تون. معلوم نیست اون دنیا تو کدوم بشکه قیر داغ دارن همش میزن واسه گناهاش، تو باغ سرسبز براش دیدی؟ دنبال جوک نگرد، برو و بعضی از این آگهی های فوت رو فقط نگاه کن. اونورتر از جوکه آگهی فوت من دیدم، پیر مرده 109 سال عمرش بوده فوت شده، روش نوشته بودن به دیدار حق شتاف. این کجا شتافته؟ این عرق اسرائیل رو در آورده تا رفته نمیرم. حالا از این آهنگ ها خوشتون میاد درسته؟ تقریبا میتونم بگم نقطه ضعفتون رو فهمیدم. بله ایرانی ها عجیب غریبه. میگفت تو ایران تا وقتی بچه هست میگن بچه هست و نمیفهمه، نوجوان میشه میگن تو رشته و همه با هم بگی نوجوانه تو رشته و وقت جوان میشه میگن جوان جاهله و نمیفهم، میره تو میانسالی میگن داره پیر میشه و نمیفهم، پیر میشه میگن پیر خرفته و نمیفهم، اون وقت میمیره میرم بالا قبرش میشینم دیگه خدا رحمتش کن، عجب انسان فهمیده ای بود. وقتی که مرد فهمیده شده همون قبلش اصلا نمیفهمه. از من نخواهید براتون بخونم که حسین رفیعی میگفت عجیبه یه بدین نوزاد 6 ماه آروغ میزنه همه میگن آی جان، اون وقت میگفت من آروغ میزنم همه میگن زهر مار. خب تو خودتو با اون مقایسه نباید بکنی، فرق میکنه شرایطش. چقدر زمان داریم آقای زمانی؟ فعلا شما در مکانه درسته؟ اینجوری هست، یه ذره برام دست بزنیم احسن. بابا زد تو گوش پسر گفت پدر سوخته، کلاغا خبر آوردن سیگار میکشی. پسر گفت اوکی بابا جان من سیگار میکشم، تو چی میکشی که با کلاغا صحبت میکنی؟ بازش انقدر قویه که ارتباط برقرار کنه.
تناس تناس. بفرمایین بالا، خیلی سریع صمیمی میشیم با هم دیگه. شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو در کانال رسمی خودم یعنی حسن اندرلاین ریوندی ببینید. بیاد در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی، منتظر شما هستم.